خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، روزتون بخیر، انشاءالله سلامت باشید. ما درس یک دو سه رو امتحان گرفتیم، اشکالاتتون برطرف شد. بچه ها لطفا توی گروه برای من حتما حضورتون رو بزنید تا بریم سراغ درس چهارم، تعلیف و شرایط تعلیف رو انشاءالله برسیم. امروز خود تعریف رو بگیم و بعد سراغ اقسامش شرایطش بمونه انشاءالله برای این جلسه بعدی. خب بچه ها حضورتون رو بزنید توی گروه کلاسی، حتما حضورتون باید باشه توی کلاسی. خب اون بابا خیلی خوش شد. آره شما میگی دوباره بیاد. اینکه حالا مشکل نداره. نه نه سایت برای اون آبا نمیده. آره اینکه مشکل نداره. اینکه دوربین که میبسه برای اون آبا نمیده. یعنی سایت کل نمیده. سایت که برای اون آبا نمیده. اون بوش این کار نیست. اون بوش این کار دم آقای نگرد من اگه فرم به چقدر حس کنم که بتونم رو گوگل میتونم حس کنم گوگل میتونم اگر نخت کنم که خیلی عالیه خیلی هشمش بیاده نه اگر جیمیل داشته باشید جیمیل رو پس جیمیل رو گوشی رو قرارم حالا میگم اصلا گوشی نفت این چیزا رو واردش کردم که چیز شده آقا نرمز رو پاکش کنید تموش کنید گوگل بوده که نست کنه این کار تو چه کلاس واقعی هست بلنگی چیز بشه میشم به خودی دار پاک دارا مثلا این جیمیل بگونه
اگر هم دیتش کنیم، خواهیش کنیم یه دیگه خودش برای اما اگر نه دیگه اینو منش بگیرم آتیز برش اگر جیمیل داشته باشیم که پیت شد باید بله 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 سلام، سلام باشیم من خوبی؟ بله من هم بودم، من هم بودم، من هم بودم، من هم و دوباره وارد بشی چون الان اونجا مشکل نداره که به دستور بشی امتحان کردیم هیچ مشکلی نیست یه بار بیه بیرون و بار نمره وارد کلاس بشی اینجایی که مشکل نداره من همه شروع نکردم خانم میزنیم بوگری میترام چی؟ مدرسه نرس کنم براتون؟ انجا بودم این چی بودم؟ اونجا تابو نیاز من منزله کنم نرس بدم بله من بعد بچه ها وقت دور بینه همی زده اون طرف خانی این کشه باید مشکلی برای بچه ها برسه خب اینه اون تو باید صاحب میپرسه خب اون باید صاحب نداره میشه باید صاحب داشت بشه برسه یا اگه چی میلیه کنم بلد باشه میشه برای بکر صاحب داره باید صاحب چی میلیه داری این جیمیل رو که برای دیم؟ نه جیمیل هم بسیم باش کار نکرده آه بسیم من اصلا با جیمیل کار نکرده این دیگه چون رو بارش نه بس درسته بله چون برای من پس حجمش کم کدوم که از سه این بله درست سه اما خیلی چیز رو بگیرم یعنی قشن مثل یه فکر کنم من اگه یه بیش رو مست کنم یه دو به اما موش حالا این تا بگیرم حجم خیلی بالا داره حالا باید برم کنه میشنم یه دو برم رو هست کنم اگه تونستم اگه برم زنگه رو گردی پایین که من بسن تو گوشی رو از پیدا باش حالا شم برم این که یه راز دارم اما بودنم اگه شم رو گردی زنگه بذاری که خیلی آره بشن چیزی از پز آقا بگیر دست شما نکنم آره باید شما دست تو نکنم دست شما درد نکنم خواهی شما خب بچه ها مشکلتون حل شد میخوام شروع کنم درس رو میشم
مثل لازم ها رنیم انشالله که دیگه بچه هم مشکل نداشته باشید. من اگه یادتون باشه توی درس بهتون گفتم خب ما وقتی تصور تصدیق رو درس یک درسی دادیم گفتم که ما در منطق میخواییم دو تا کار انجام بدیم. پس منطق کارش این بود که میخواست یا امور رو تعریف کنه یا استدلال کنه. ما پس دو تا کار داشتیم، یا تعریف بود یا استدلال، که امروز میخواییم سراغ بحث تعریف، یعنی روشن کردن چیزی مجهول. پس تعریف یعنی روشن کردن چیزی مجهول. میخوام مجهولام رو مشخص بکنیم. بذارید بچه من ماژیک بیارم. ماژیک ها میخواییم تعریف بکنیم امور رو، چطوری تعریف بکنیم، به چه شکل تعریف بکنیم. تعریف یعنی روشن کردن چیزی مجهول، یعنی فعالیت ذهن برای روشن شدن. پس فعالیت ذهن برای روشن شدن هست، فعالیت ذهن برای روشن شدن مجهوله. پس این کار تعریف هست. برای تصورهای مجهول از تصورهای معلوم استفاده میشه. پس تصورمون اگه مجهول، تصور مجهول برای اون از تصورات معلوم استفاده میشه. بچه اینا همش مفاد کنکوری ها، همزمان با گفتن من شما بنویسید. تصور بعد چیستی شیء برای ما مشخص میشه. چیستی شیء مشخص میشود. پس چیستی اون شیء برای ما که مجهول بود برامون معین و مشخص میشه. بعد اینکه تعریف جلوگیری میکنه از مغالطه ها. تعریف جلوگیری میکنه از مغالطه ها. حالا این تعریف یه اقسام داره، یه شرایط داره. ما میخواییم اون انواع اقسام شرایط تعریف رو بگیم چیا هستن. پس انواع تعریف رو داریم. انواع تعریف داریم. وقتی میخواییم تعریف کنیم، میخواییم ببینیم از چه شیوه‌ای. یک تعریف لغوی داریم. تعریف لغوی داریم. یادتونه بچه ها توی ابتدایی کلمات و ترکیبات تازه داشتی، لغت رو میداد، معنیشو اینجا میداد، مترادفش رو کنارش میداد. توی کتابای عربیتون الان آخر عربیتون زبانتون لغت رو داده، معنیشو داده و یا مترادفش رو داده. تعریف لغوی الفاظ و اصطلاحات مترادف رو چی؟ پس در تعریف لغوی الفاظ رو بیان می‌کنیم. الفاظ و اصطلاحات مترادف. الفاظ و اصطلاحات مترادف رو می‌گیم. ما از اینا استفاده می‌کنیم و یا از تجزیه لغوی و یا اینکه چی؟ تجزیه
لغت استفاده میکنیم، میایم یه لغت رو تجزیهش میکنیم تا اون معنیش مشخص بشه، یعنی به صورت لفظی. خب مثلا ببینید یه لغت رو به شما میده، میگه هما، این لفظ که اون رو تجزیهش کرده میشه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. خب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که اینو به صورت مخفف داره مونده. یا مثلا مثل نزاجا، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران. پس ما این لغت این تعریف لغوی هست که میتونیم اون لغت رو چکار کنیم، معنی بکنیم، اون لغت رو مفاهیمش رو بیان بکنیم. پس بر اساس این میگیم تعریف لغوی یا همون تعریف به چی لغت هست که میتونید از فرهنگنامه هم استفاده بکنید، میتونید اون تصویرش رو هم نشون بدید. پس تعریف لغوی معنای لغت رو، یک مفهوم رو یا نحوه شکلی لغت رو بیان میکنید. مثلا بهمن یا همون نزاجا، ناجا، اینا رو بهشون میگیم تعریف لفظی. به اینا میگیم تعریف لفظی. این تعریف درست شد؟ ما یه لفظ رو یا مترادفش رو میگیم یا ریشهش رو میکشیم بیرون و اون رو چکار میکنیم؟ بیانش میکنیم. خب یه وقت هست که تعریف ما تعریف مثالیه. پس یه تعریف دیگه هم تعریف به مثاله. تعریف به مثال هست. تعریف به مثاله. یعنی بهره گیری از نمونه ها. بهره گیری از نمونه ها. مثلا میگه مرکبات چیه؟ میگه مانند لیمو، پرتقال، سیر آخر. درست شد؟ پس براش چی میاریم؟ مثل میاریم، مصداق میاریم، نمونه میاریم. یا مثلا میگن حبوبات، میگیم مثل نخود و لوبیا و ماش و عدس. میگیم گلشن مثلا گندم و جو و ذرت. اینا رو بهش اینجوری میگیم. حالا یه تعریف دیگه ای که داریم، تعریف مفهومی یا تعریف چی هستن؟ مفهومی رو داریم یا تحلیلی. پس تعریف بعدی تعریف مفهومیه یا تعریف تحلیلیه. خب پس دقت کنید، ما توی این تعریف خب میخواییم چیکار کنیم؟ تعریف بکنیم. بس با چی؟ با کمک گرفتن از مفاهیم. با کمک گرفتن از مفاهیم. چه مفاهیم؟ یه دونه عام داشتیم، یه دونه خاص داشتیم. از مفاهیم عام و خاص استفاده میکنیم. از مفاهیم عام و خاص استفاده میکنیم که یعنی وجه اشتراکشون رو، این میشه اشتراک، این میشه اختصاص. خب اشتراک مثل اون بود که میگفتم جنس و جنساشون مثل حیوان برای انسان، حیوان برای لاکوشنا، اینا اشتراکش. اختصاص مثل ناطق برای انسان میگفتم خاصشون رو، یعنی اینجا استفاده از فصل، اینجا استفاده از جنس و مراتب اون هست. پس بر اساس همین میایم چکار میکنیم؟ مفاهیم عام که مفاهیمی هم میان دو یا چند مفهوم مشترکن. پس مفاهیم عام میان دو یا چند مفهوم مشترکه. مثل چی؟ حیوان برای کی؟ برای اسب و انسان. برای هر دوشون چی رو؟ حیوان به کار میبریم. پس این مفاهیم عام به این وجه اشتراکن. مفاهیم عام اشتراکن. مفاهیم خاص یعنی یه ویژگی که فقط مربوط به یه مفهومه و اون رو از موارد مشابهش جدا میکنه. فقط مخصوص یک مفهومه. فقط اختصاص به یک مفهوم داره. مثل ناطق برای انسان. ناطق فقط برای
انسان. سزر فقط برای مثلث. خب حالا میگیم که تعاریف عام و خاص، یعنی تعاریفی که به صورت عام و خاص هستن، این تعاریف رو ما چجوری بیان میکنیم؟ یعنی وجه اشتراک و افتراقشون رو بیان میگیم. پس ممکنه که توی این تعریف تحلیلیمون، تعریفی که داریم انجام میدیم، بیان از اونها استفاده بکنیم. توی تعریف هایی که به صورت ویژگی های عام و خاص بیان میکنیم، از روی اون لغت هایی که داریم، از روی اون مفاهیمی که داریم میگیم. مثلا ببینید، میخوایم مثلا بگیم که مثلث تعریف کن. خب میگیم مثلث تعریف، میگن شکل بعددار سزری. ببینید این شکل و این بعد داشتن مشترک، این اشتراکیه. یعنی چیه؟ عام. تنها چیزی که اونو جدا کنه خاصه بود، یعنی بچه فرقشون، افتراق بهشون میگه. خب من میگم حالا یه تعیین، چون از هر دوتا، هم از عام هم از خاص استفاده کردن، به این میگیم تعریف مفهومی یا تعریف تحلیلی. مثلا میام میگم که انسان حیوان ناطق. ببینید، میگم انسان حیوان ناطق. وقتی دارم میگم این حیوان عامه، چون برای لاکوشت اسمیه، این اختصاصیش میکنه، این خاصه، بهش میگیم تعریف مفهومی یا تعریف چی هست؟ عام، که بر اساس همین به میگیم تعریف مفاهیم مفهومی یا تعریف تحلیلی. میفرستم بچه ها الان جزوه کلاس رو براتون الان میفرستم. دقت بکنید، الان تابلو رو براتون میفرستم. بچه ها الان شما سر کلاس هستید، دارید تابلو رو میبینید، اونا هم متوجه شدید من تعلیم درس دادم؟ حداقل یکی من یه خبری بده. خب بچه ها اینا رو بنویسید، من چون میخوام الان تمرین بدم، اگر بهش اشکال داری بگم. من 5 دقیقه صبر میکنم تا اینا رو بنویسید.
خب بچه ها نوشتید اینا رو؟ من تو تصویرش رو براتون فرستادم. خب نگاه کنید بچه ها، این قسمت یه تمرینی دارید که گفته نبی رو بعد اون مسجد و خانه و بعد اینا رو، اینا براتون گفته. خب اینا رو سریعاً حلش بکنید تا با هم دیگه حل کنیم و بریم سراغ یه نکته دیگه. من بگم خب این تمرین رو حتما حل کنید بچه ها. الان صدا میزنم و ازتون میخوام که سریع بر من بگید. آره اصلا صفحه این قسمت رو، این انواع، این نوع تعریف ها رو مشخص کنید. این تمرین رو حتما برای من پاسخ بزنید. بزنید مثالی مفهومیه یا تعریف به لغویه. اینا حتما برای من بچه ها بفرستید. این تمرینی که بلا فاصله بعد از اون تعاریف اومده حتما اینو برا من بفرستید. 5 دقیقه صبر کنم تا این تعریف رو بفرستید. بچه ها سریع بفرستیدش. میخوام بچه ها یه راه راحت بهتون نشون بدم. فقط من بگید یه نفرتون به من بگید، من براتون نوع و جنس و فصل و اینا رو براتون تعریف کردم، توضیح دادم اون کارت آبی ها رو که بتونید تقدا اینا رو راحت حل بکنید. مال درس سه تون یه کارت آبی داری، نوع و جنس و فصل و اینا رو براتون گفتم. من بچه ها برای شما ها گفتم، همون اگه نگفتم بگم که تو تعریف کردن ها راحت تر بودید استفاده بکنید. بعدی که من سریع خبر بده. بچه من صفحش رو نمیدونم. ببینید تمرینی که نوشته نبی، سوبسید، بعد بیماری های ویروسی، مسجد، یه تمرین دارید که آخر همین قسمت هست، بعد از تعریف تعریف ها، بعد از اون قسمتی که گفته روش اقسام تعریف ها رو گفته، اون قسمت رو بفرستید، اون تمرین رو حل میکنید. قرار بدونه کتاب کسی نیاد سر کلاس، قرار همش با کتاب باشید. مگه میشه دانش آموز بدون کتاب؟
چی نگفتن؟ یعنی دانش آموز بدون کتاب هیچ معنی نداره و کتاب هم بدون دانش آموز معنی نداره. یعنی باید دائما کتاب باهاتون باشه. صفحه 33 کتاب شما میشه. سریع حلش بکنید تا بریم سراغ اینکه جواباشو بدیم تا بدونید. بچه ها من قسمت درس 3 یه کادر آبی رنگ داشتیم. نوع و جنس و فصل و اینا، ذات و ذاتی و اینا رو تفاوتاشو براتون گفتم. چون میخوام توی این تمرین خیلی ازش استفاده کنم. براتو اگر نگفتم اونجا یک کسی بگه که من بدونم حداقل باید بگم یا نه. بچه ها چی شد؟ من قسمت رو گفتم که نه فرصت نیست تا به نفعتونه برای تو کنکور من بخوام بهتون بگم ها. میخوام ببینم اگر نگفتم الان بگم. اگر هم که گفتم که خب راه حل کردن تمرین این درس رو با اونا بهتون یاد بدم. خیلی پس اگه نگفتم بچه ها خیلی مهمه. الان وقتمو میذارم یه بخشیشو برسم میگم براتون. خیلی مهمه. خدا شکر همینجا متوجه شدیم. درسته تو کتابتون کادر آبی رنگه برای نمیدونم. ولی من احساسی هم گفتم براتون حتی یکی تو گفتیم آقا گیج شدیم نمیدونم. حالا اشکال نداره. من دوباره میگم براتون. اون کادر آبی رنگی که توی این قسمت هست. گفته مفاهیم کلی ذاتی و عرضی. این رو من میگم. که گفتم نوع و جنس و فصل و اینها براتون گفتم. حالا اشکال نداره. خب من اول این تمرین رو دقت بکنیم. حلش بکنیم. نبی که لفظی عربی به معنای پیام آور چون لغت رو اومده معنی کرده تعریف لغوی حساب میشه. بعد نبی رو اومده گفته انسان‌هایی همچون حضرت ابراهیم،
عیسی موسی حضرت محمد صلوات الله علیه تعریف به مثاله. مثال بوده. نبی کسی که از عالم غیب خبر میده، معجزه ارائه میکنه و انسان ها رو به سوی اطاعت خدا فرامیخونه. عام و خاص رو بیان کرده، تقلیدیه یا همون مفهومیه. بیماری های ویروسی به بیماری های مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، آبل مرغان، اوریون که مثالیه، یعنی به صورت مثال. سوبسید یا یارانه هست که به معنی لغوی، تعریف لغویه. مسجد ساختمانی که مسلمانان برای دعا و عبادت، تعریف تقلیدیه. خانه رو که تصویر کشیده، مثالیه. قضیه لفظ مرکب تام خبری باز مفهومی یا تحلیلیه، چون عام و خاصش رو گفته که حالا با در با این نکته هایی که کادر آبی من توضیح میدم بهتر متوجه میشید. و انسان حیوان ناطق تعریف به مفاهیم هست. خب بچه ها نگاه کنید، فقط خوب گوش بدید، من براتون بعد جزوه‌ش رو هم میذارم. هر مفهومی، من با مفهوم میخوام شروع کنم. مفهوم دو تا بخش داره، یه ذات، یه ذاتی. اینو دقیقا ذات چیه؟ ذاتی چیه؟ ذات در مقابل این چیز ما میگم بچه این چیه؟ میگید ماژیک. میگم این چیه؟ میگید انسان. میگم اون چیه؟ میگید اسب. درسته؟ به این میگن ذات. همون بهش میگیم ماهیت، بهش میگیم نوع. میگن این چیه؟ میگید نوعی و ابزار نوشتن. میگه ما و میگید چیه؟ میگید درخته. این چه ذات؟ به این میگن ذات. حالا هر ذات به دنبالش ذات. این موضوع و صفت رو تو ادبیات بلدی دیگه، مضاف و مضافانه لگ هم که بلدی، این همون. حالا من ذات، هر ذاتی به دنبالش ذاتی، این صفت، این همون چیه؟ صفت. بعد میگم انسان، ببینید من الان براش انسان رو میگم، این یه ذات دیگه. خب بلافاصله براش صفت میارم، میگم حیوانه، یعنی حیه، یعنی زنده است. خب حالا این انسان برای ذات من دلیل میارم، علتم میارم. میگه تو چرا بهش میگی انسان؟ میگم برای اینکه انسان قدرت تفکر داره، تعقل داره، حرف میزنه، دوبار راه میره. بگه میگیم دلیل میارم، علتم میارم. اما به این دیگه نمیگم، نه دلیل داره نه علت. دلیل ندارم، علت ندارم. این دلیل دارد، علت دارد. خب حالا نگاه کنید، مثلا من میگم اینجا آتش میشه ذات. آتش گرم است، گرم اگه صفتش نیست میشه ذاتیش. درسته؟ چرا آتش نمیگه آتش؟ میگه من این منطقه به چون که آتش نیست. اما میتونه یه چرا آتش گرمه؟ دلیل یا آتش گرمه؟ نیازی به دلیل داره نه نیازی به علت داره. خب حالا من بلا فاصله برای ذات که میگیم چیه در مقابل چیستی میان، حالا براش صفات میارم. براش چی میارم؟ صفات میارم. این صفات گاهی وقتا جدا میتونم بکنم، گاهی وقتا نمیتونم جدا بکنم. مثلا ببین من برای اون انسان اینجا می‌نویسم انسان، اینجا هم اسب می‌نویسم. انسان میگم حیوان، خب اسبم حیوان. اینجا می‌نویسم انسان حیوان جسم داره، خب اسبم داره. اینجا میگم انسان رشد می‌کنه، اینجا میگه اسبم رشد می‌کنه. نامی هم. نامی یعنی رشد و نمو کردن. نامی یعنی رشد و نمو کردن. جسم نامیه، هر دو غریزه دارن، حساس بشیدی بهش میگیم، هر دو قدرت عصبانیت دارن، غضب دارن، پس بهش میگیم چی؟ حساس. پس تا اینجا چرا هیچ فرق نمی کنه؟ من انسان بیارم اینجا از بارم که بازم فرق نمی کنه. اما اینجا حالا میگم انسان حیوان جسم نامیه، حساس ناطق،
به این میگم چی؟ جداش کردیه دیگه اینجا نمیتونم حسب انسان جدا کنم. اینجا میگم از ایوان جسم نامی اساس شیعی کشنده. پس دیگه اینجا جدا شدن. فهمیدیم؟ خب پس یعنی نگاه کنید بچه ها، اینا اینجا عمومیت داره، حیوان و جسم و نامی و اساس عامه، هم برای انسان گفتید هم برای اسب گفتید، برای هر دوتاشون اینا رو بیان کردید. پس برای همونی که میگیم اینا هر دو همشون به صورت عام هستن، همه اینا به صورت عام هستن. اینا به صورت عام بر این هست، بر این هم هست، یعنی مشترک هست. اینا خاصشون کرد، اینا خاصشون کرد. پس یعنی ذاتیا یه سری مفاهیمی هستن به معنی زنده بودن از انسان هست بگیرم دیگه نیم، اگه جسمو بگیرم دیگه نیم، اگه نامیو بگیرم دیگه نیست، حساسو بگیرم دیگه نیست، ناطقو بگیرم نیست، شیعه را از اصل بگیرم دیگه نیست. پس به اینا میگن ذاتی، به اینا همه اینا میگن ذاتی، اینا مفاهیم ذاتیشون هستن، همه ذاتی هم. خب پس ذاتی کلیه، ذاتیه، خب اینا کلی هستن، مفاهیم کلی که خود ذاتی ها دو قسمت، دقت کنیم خود ذاتی ها سه قسمت هم، نوع، جنس و فصل. خب نگاه کنید، من الان اینا رو هیچ کدوم نمیدونم، میگم انسان نوعه، حیوانه، درسته؟ پس این انسان میشه نوع. حالا جنس، جنس اون کلیه، ذاتیه، مشترک. ببینید الان اگه مشترک می ذاتی هم از نمیتونم هم جداش کنم، من اینا رو نتونستم، مشترک هم نمیتونم هم. پس جنس اون کلیه، ذاتیه، مشترک، چند ماهیت، مثل مثلا حیوان برای انسان است، جنس برای حیوان و برای انسان است، نامی برای انسان و است، اساس برای انسان و است، اینا برای چند تا ماهیت هم. مثلا ببین میگم که ارغوان و بید و چنار، میگم بچه ها اینا چی چی هم؟ همه تو هم یه درخت هم یا گیاه هم، درسته؟ این میشه چی چی؟ این میشه جنسشون، این میشه جنس. میگم تترون و حریر و چنار، میگم بچه ها اینا چی هم؟ میگه هر ستاشون پارچه هم، این پارچه میشه جنسشون. خب حالا پس اینجا حساس و نامی و جسم و حیوان جنس هم، چی چی هستن؟ جنس هم، نمیتونم جداشو بکنم، کلی ذاتی هم که مشترک بین چند تا ماهیت هم. خب یعنی من همه اینا رو بنویسم جنس تو تعریف ها، حالا جایگاهشون فرق داره، جنس سه مرتبه داره. خب بچه ها بلا فاصله اولی من اینا رو بنویسم، اولین چیزی که اومد وقتی من نمیشم میگید اینا چی چی هم؟ اولین چیز میگید عدد هم، درسته؟ این الان میگم بچه ها انسان و اسب و گورخر و اینا بچه ها چی چی هم میگو حیوان هم، اولین چیزی که میاد بهش میگم چی چی؟ میگم جنس قریب، یعنی نزدیک، بلا فاصله. خب حالا از بعد جنس قریب همه میگن جنس بعید، یعنی دور، یعنی دور. به مثلا اگه من اینجا بنویسم مثلث، بعد بنویسم شکل، تا میگم شکل میشه جنس قریب، جنس قریب یعنی نزدیک، بلا فاصله اول چیز که تو ذهنم میاد. خب حالا بعدش دیگه هر چی اومد میشه جنس بعید. پس جنس قریب بلا فاصله بعد از نوع می آید، ما بقی اجناس
جنس بعیدن، یعنی دور. خب یعنی جسم و نامی اینا جنس بعیدن، هر دوتاشون بعیدن. حالا بچه ها من اگه نگم حساس یعنی غریزه داره. خب کسی که زنده است غریزه داره، کسی که جسم داره غریزه داره، کسی که روشن مبدا داره غریزه. پس حساس میشه جنس عالی که همه اینا رو خودش داره، بهش میگن جنس عالی یا جنس اجناس، بهش میگن جنس عالی یا آخرین آخرین جنس رو بهش میگن، آخرین جنس رو بهش میگن جنس بعید یا جنس عالی. خب حالا نگاه کنید تا اینجا که با هم مشترکن، اما این ناطق من اگه قدرت تفکر و تعقل رو از عوض سخن گفتن رو بگیرم دیگه انسان نیست. اما چی فقط ناطق انسان؟ به این میگن فصل، چون فقط انسان ناطقه بهش میگن فصل، یعنی نقطه جدا شدنی، یعنی کلیه ذاتی اختصاصی. ببینید اینجا گفتن اشتراک، اینجا میگن اختصاصیه، یک ماهیت، یعنی فقط همین انسانه که ناطقه، یعنی فقط همین اسب کشه که میکشه، یعنی فقط مثلثه که سجده داره. پس این میگیم چی چی؟ فصل. پس فصل انسان ناطقه، فصل اسب چی؟ فصل. فصل مثلث سجده داشتنشه. پس بر اساس همین نوع و جنس و فصل، ببینید یعنی اینا آمن، اینا چی چی هم آمن. یادتون تو تعریف مفهومی میگفتیم وجه اشتراک وجه افتراق، اشتراک میشه جنسا، افتراق میشه فصلا، درست شد؟ میشه فصلا. خب حالا نگاه کنید من اینجا فصل رو جدا کردم، نوع هم جدا کردم، جنس هم جدا کردم. حالا اینا کلی ذاتی هم، یعنی اگه از ماهیتمون بگیریم دیگه وجود نداره. حالا مفهوم یه بخش دیگه داره به نام عرض، به نام عرض یعنی کلیه، عرضیه. خب که دو قسمته، یه عامه یه خاصه. حالا من میگم خب، حالا نگاه کنید، من میگم انسان حیوان جسم نامی حساس ناطق مودار معلم. خب، بچه اگه موهاتون رو کوتاه کنید از انسان مودارتون چیزی کم میشه؟ نه، باز انسان. به این میگیم عرض، چون میتونید جداش کنید، این عرضه. اما عرض مختصه ما، یعنی بازه مو داره، تو مو داری، من مو دارم، اون شطور مو داره، درسته یا نه؟ به موش مو داره، گربه مو داره، به این میگیم عرض عام، چون فقط مخصوص ماهیت نیست. معلم کی فقط میتونه معلم باشه؟ انسان. من اینجا بچه ها معلمم، رفتم شهرکاران میشم چی؟ همکار. رفتم تو شهر میشم شهروند. رفتم خونمون میشم مادر، درسته؟ ولی از انسان بودنم چون کم نمیشه. این میشه عرض خاص، به این میگن عرض خاص. پس عام یعنی مخصوص برای مشترک، اما میتونیم جداش کنیم. خاص مخصوص یه ماهیته، بازم میتونیم جداش کنیم. بچه ها عرض عام رو تو منطق کاریش نداریم، مثل جزئیات دفترش رو میبندیم. خب حالا میخوام اینا رو بگم براتون چه کاربردی تو تعاریف داره. داره یکی یکی براتون میگم. من قسمت رو عکسش رو میفرستم تا بتونم تابلو رو پاک کنم و بقیهش رو بگم براتون.
بچه ها اینا خیلی تو کنکور به دردتون میخوره. تو همین درس ها تا ته خط هم که میریم انقدر به دردتون میخوره که بعد میدونم میگید خوب شد برای ما بکنم. سال دیگه تو فلسفه به دردتون میخوره. سال دوازدهم که وحشتناک نیازشون داریم. و من نمیدونم چرا فکر کردم باید نیاز بذارم توی مطالعه. و همه جا هم نمیگن برای بچه ها. پس اینا رو خیلی روش کار بکنید. منم ازتون میخوام. خب بنویسیدشون تا من 5 دقیقه فرصت میدم. بنویسید تا برم سراغ ادامهش. خیلی خوبه. حالا بخوام نشون بدم ثابت کنم که چقدر به دردتون میخوره. نگاه کنید همون صفحه 33 تون یه تمرین داشتید. خب ببین اون یکیش نوشته بود انسان حیوان ناطق. درسته بچه‌ها؟ خب بلافاصله تو تا اینو دیدی نوشته انسان حیوان ناطق. من نگفتم یه وجه اشتراک وجوه اشتراک رو میگیم عام وجوه افتراق یعنی فرق یا تفاوت رو میگیم چی وجوه افتراق رو میگیم خاص درسته؟ خب اینجا من حیوان رو گفتم بچه حیوان چیه؟ بلا خصوصه تو جنس داری تو فصل داری این فصلش اینم جنسه یعنی اشتراک داری افتراق هم داری پس تا دید اینا رو داری میگید مفهومیه تعریف مفهومیه یا مثلا نگاه کنید تو اون صفحه قبلش که داره درس میده نوشته جیبه بعد نوشته فلز مایع فلز که مشترکه میشه جنسه مایع بودن اختصاصیشه میشه فصلش پس یه تعریف مفهومیه دیدی؟ خیلی راحت قرار کنستی اینا رو تعریف ها رو بگید. حالا تازه بعد یه بحث دیگر رو یادتون میدید توی این تعاریف
که میگیم این نوع تعریف تعریف خوبیه. وقتی من شرایط تعریف رو میگم یه بحث دیگه رو یاد میگیرید که راحت میتونید تستا رو یعنی نگاه کنید میتونید بزنید. پس اینو حتما این مبحث رو این قسمت رو خوب برای خودتون یادش بگیرید. خب اینم از این قسمت. خب حالا نگاه کنید بچه‌ها، من میخوام اینو بگم بهتون که خب نگاه کنید تو کتابتون قضیه لفظ مرکب تام خبری، لفظ و مرکب تام اینا جنساشن و خود مرکب تام خبری اینجا خاصشه خبر بودنه، پس میشه تعریف مفهومی. دیدید خیلی راحت اینو تونستید. یا مثلا نبی کسی که از عالم غیب خبر میده، معجزه ارائه میکنه، نام مشترکشونه، انسان ها رو به اطاعت خدا باز مشترک میشه، تعریف مفهومی. پس خیلی راحت هم میتونید از این مسیر وارد شید برای خودمون تعاریف. خب من یه چند تا نکته رو میگم شما همین الان یادداشت بکنید، آروم هم میگم که بتون برسید یادداشت بکنید. آره خیلی آروم میگم بتونید یادداشتش بکنید. قلم کاغذ اگر نیست همراهتون یه دو دقیقه صبر کنم برید بردارید بیاید. بچه چی رو بگم؟ یه فقط میگید یه بار دیگه بگید. یه بار دیگه چی رو بگم؟ همینا رو بگم یه بار دیگه؟ باشه یه بار دیگه میگم. همین نوع جنس و فصل اینا رو یه بار دیگه بگم. ببینید؟ تا میگم این چیه؟ میگید ماجیک، میشه نو. در مقابل چیستی؟ هر چیزی میشه نو. خب، حالا من اون قسمت هایی که مشترکند و اگه ازش جدا کنیم دیگه وجود نداره، اگه از من و شما زنده بودن و جدا کنم دیگه درد میخوریم، دیگه نیستیم. اگر این جسم رو ازمون بگیرن ما دیگه وجود نداریم. خب حالا به این میگیم وقتی مشترکه و نمیتونیم جدا کنیم میگیم جنس. کلیه ذاتیه مشترکه، مثل حیوان، مثل جسم نامی، مثل حساس، که بلا فاصله بعد از نوع بیاد میشه جنس قدیم، با فاصله بیاد میشه جنس بعدیم، و آخرین که این ستا رو تو خودش داره میشه جنس حال. ببینید یه مثال دیگه من در اون زنم براتون از خود کتابتون هم میگم. اول این تو لغت رو بدونید. افترا اینا رو من پاک کنم تا به جا داشته باشم. ببینید هر که کلمه رو من شما توجه شده سهر به از خود شده کش بیرون. ببینید الان افتراقه، درسته؟ سهر و اصلش میشه فرق. فرق این دوتا چی چیه؟ یعنی نقطه تفاوتشو بگیم فرق یعنی نقطه تفاوت. خب بعد میگیم وجود اشتراک. اشتراک یعنی چی؟ یعنی با هم شریکم، شریک داشتم، یعنی توی یه چیزی مشترکم. خب ببینید حالا ما میایم اینجا مثلا می‌نویسه اسب حیوان شیهه کشنده، درسته؟ به تو میگه بگو تعریف لغویه یا تعریف به مثاله یا تعریف محتواییه. تو بلا فاصله تا دیدی که اون جنس داره اشتراک داره
این هم سبب شده تا با بقیه حیوانات فرق باشه که افتراق هم داره. درسته؟ یعنی این عامه مشترک این خاصه. اون از بقیه جدا کرده. پس این میشه تعریف مفهومی. وقتی اینا رو توش میتونی جدا کنی میشه تعریف مفهومی. ولی بعد دیگه اگر غیر از این باشه میشه تعریف مثلا حالا یا مثالی یا لغوی که قابل تشخیصه. پس هر وقت من تونستم تو تعریف بیام نوع و جنس و فصل جدا کنم یا وجوه اشتراک یعنی عامشون مثل یک حیوان برای اینا و وجوه خاصشون یعنی تفاوتاشون رو بگم مثل شیهه برای اسب، ناطق برای انسان، شسزه برای مسلم بتونم بگم میشه تعریف مفهومی. تعریف مفهومی تشکیل شده از مفاهیم عام و خاص. اینم مثالاش. این مثال، اینم یه مثال. من پنجره سر میکنم تا بنویسی. میخوام این چند تا نکته بگم یادداشت کنی. بچه ها جزای اینا رو نوع جنس و فصل اینا رو برای تو بعد میفرستم. نه میتونم هم الان میفرستم تا شما می‌نویسید. بچه ها اینو بالا سرش بنویسید. این جزوه‌ای که الان براتون فرستادم اینا کنکوری هم به درد کنکورتون میخوره. یعنی الان برای با اینا میتون تمرین حل بکنید خیلی هم بهتر. حالا میبینید من ادامه درس 4 رو که میخوام بدم اون شرایط تعریف چقدر اینا به دردتون میخوره. خب حالا یه تعریف کوچیک از هر کدوم میگم بنویسیدشون. خب حتما اون نکته هایی رو که میگم حتما بنویسید. آروم آروم هم میگم. آروم میگم که برسید بنویسید. خب. اقسام تعریف. یک، تعریف لغوی.
در این تعریف فقط به لفظ آن کار داریم، به مفهوم آن کاری نداریم. یعنی معنای لغوی یا مترادف یا نحوه شکل‌گیری آن را می‌گوییم، مانند نجا نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بچه وایساش هم میفرستم، همزمان دارم هم میگم که بنویسید، هم وایسش رو میفرستم براتون. تعریف از راه ذکر مصادیق یا مثالی. اگر برای تعریف یک تصور مصداقی اون رو نشون بدیم میگن تعریف به مصادیق. باش. Thank you.
بچه ها من گفتم که همزمان هم ویسش رو براتون میذارم هم خودش رو میفرستم براتون. خب یه بار دیگه اون قسمت اول رو گفتید بگم، تعریف به لغت رو، تعریف لغوی. توی این نوع از تعریف صرفاً به لفظ مورد نظر میپردازیم، به مفهوم کار نداریم یا معنی لغویش رو منظورمونه یا مترادف میگیم یا نحوه شکل‌گیری آن را، مانند ناجا نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران. تعریف بعدی، تعریف از راه ذکر مصادیق یا مثالی. مصداق‌های اون رو نشون میدیم یا از راه ذکر مصداق. مثلا کسی که نمیداند درخت چیست، درختی که در باغچه هست را به اون نشان میدهیم. یا مثلا مثل علائم راهنمای رانندگی، این میشه تعریف مصداق یا مانند یا مثال. مثلا مرکبات رو نمیدونه چیه، بگیم مثل پرتقال، نارنگی، لیمو، کیوی، اینا رو بهش میگیم مرکبات. تعریف مفهومی، به تحلیل مفهوم کلمه مورد نظر میپردازیم از طریق یک، بیان مشابهت ها یعنی وجود اشتراک، دو، بیان وجود تفاوت یا افتراق. یعنی با مفهوم کلی آشنا میشیم و مفهومهای کلی غیر مشابه رو میذاریم کنار. در تعریف مفهومی از ویژگی های مشابه یعنی اونایی که عامن و ویژگی های خاص، اونایی که مخصوصن مثل ناطق برای انسان، عامش حیوان برای انسان است، استفاده می کنیم. چون در این نوع تعریف مفهوم رو تحلیل می کنیم بهش میگیم تعریف مفهومی. خب بچه ها انشالله موفق باشید، خدا نگهدارتون. باز من جزوه‌هاشو براتون انشالله میفرستم. خدا حافظ.